چرا جواب ندادی؟ همیشه تو جواب نمیدی، یه دفعه من جواب ندادم. حالت بده؟ نه که خودت خیلی حالت خوبه. هانجا امروز نیومده دانشگاه؟ امیر، تا وقتی من خودم نیومدم سراغ تو از عشق و عذاب هانده صحبت نکردم، اسمشو جلوم نیار، خواهش میکنم. این دو روز کجا بودی؟ با فریحا مشغول خراب کردن خونمون بودی. پس برگشت خونه، این که خیلی خوبه. آره برگشت خونه، ولی پیش من بر نگشت، به خاطر حرف مردم برگشت. فکر میکردم بعد از فراموش کردن اون دروغا دیگه هیچی نمیتونه اونطوری عصبانیم کنه. عصبانیت کنه؟ پسر تو روش دست بلند کردی. اون یه مسئله یه دیگه است، اون عصبانیت نبود. چیزی که الان دارم حس میکنم خشمه. ما توی خونه هستیم ولی مثل دوتا غریبه رفتار میکنیم. هر دوتون دارین کار اشتباهی میکنی. شما دوتا همدیگر رو دوست داری، برای همدیگه میمیری و این اصلا انگار براتون مهم نیست. امیر، هوا خیلی خوبه، همینجا کار کنی؟ بیا، کاری که من کردم اینجاست. مگه قرار نبود با هم کار کنی؟ من کارمو انجام دادم، تو هم قسمت مربوط به خودت انجام بده. من یکم کار دارم، بعدش میرم خونه. باشه، زحمت کشیدی. تسلیت میگم. ممنون. منم ممنون برای اینکه زندگیمو نجات دادی، برای اینکه زندگی فریحا رو نجات دادی. خواهش میکنم، به خاطر این کارت تا آخر عمرم بهت مدیونم، ولی برای آخرین بار دارم بهت هشدار میدم، از ما فاصله بگیر. خشن، همیشه همینطوری رفتار میکنه. شما دارین با هم چی کار میکنین؟ نمیدونم. ولی من میدونم. شما نمیتونین جدا از همدیگه زندگی کنی. تو نمیتونی دست از غرورت برداری، اون نمیتونه دست از لجبازیش برداره. برای همین سعی میکنین حرص همدیگه رو در بیارین. همین. بیخیال. راستی تو خوبی؟ هیچ. میدونی شما دوتا چقدر خوش شانسین؟ شما ازدواج کردین، دوتا عاشقین و با هم ازدواج کردین. هیچ میدونی این یعنی چی؟ واقعا میتونی درک کنی این یعنی چی؟ بریم. بریم. خدافظ. دیگه نمیخوام این مزخرفاتو بشنوم. مزخرف نیستن دکتر، خودشون اینجوری گفتن. تو خونش اثر هیچ دارویی پیدا نکردن. مگه ما چند بار ندیدیم که سنم خانم داشت به جانسو دارو میداد؟ لارا، من میدونم که خیلی برای جانسو ناراحتی، منم خیلی براش ناراحتم، ولی این موضوع، این حقیقته که جانسو بیماره رو عوض نمیکنه. در ذهن، وقتی دکترها حرفشو باور نمیکنن، حتما یه دلیلی داره دیگه، غیر از اینه؟ اصلا مامان، بیماری جانسو و حرف دکترها رو فراموش کن. من دارم بهت میگم، ما دیدیم که اون زن به جانسو دارو میداد، پس چرا این اتفاق افتاده؟ منم دارم بهت میگم که این وصله ها به سنم نمیچسبه. فهمیدی چی گفتم؟ آره، برو برو. آقا امیر چطور میتونه بره توی کلوپدی یا کار کنه؟ به نظر من که کار درستی نکرده، واقعا خیلی بد شد. اگه آقا اونال بفهمه، میدونم که این موضوع رو قبول نمی کنه. من چی رو قبول نمی کنم؟ قربان، خبر خوبی نیست.
تو میای بالا؟ من باید برم سر کار. باید قبل از اینکه شب بشه همه این حسابا رو کنترل کنم. پس برای شما هم نمیای؟ فکر نمی کنم. باشه، مواظب خودت باش. تو هم همینطور. اوی الهی قربونی دختر خوشگلم برم. عزیزم خیلی خوب شد که اومدی، خیلی دلم برات تنگ شده بود. مامان جون منم دلم برات تنگ شده بود. اوی عزیزم، بدهی پدر جون رو نمیتونه بده، بعدش هم میره تو کلوپ یکی دیگه شروع به کار. از صبح تا حالا داره با خودش حرف میزنه. یه خبر در مورد امیر تو روزنامه خونده، از این موقع تا حالا داره همینطوری با خودش حرف میزنه. چه خبری مامان؟ بهتره از خودش بپرسی. به من نگاه کن، حتما شوهرتو میدونه. چرا وقتی کلوپ باباش هست امیر رفته یه جای دیگه کار میکنه ها؟ چون خیلی وقته که باباش انداختتش بیرون. تو که میدونستی چرا زودتر بهمون نگفتی؟ یعنی اون الان بی پوله؟ ای بابا، اونو بی پولم باشن بازم وضع زندگیشون از ما بهتره. بی خیال، زیاد بهش فکر نکن. باور. وای نمیدونم چرا یهو قلبم درد گرفت. دخترم چرا بی پولی امیر اینقدر برای تو مهمه ها؟ نه کی گفته برام مهمه، من به خاطر فریحا ناراحت شدم. ها من میرم یکم بخوابم، شما با هم درد دل کنین. راستی دخترم، فریحا نمیخواد تو این شرایط به شوهرش کمک کنه و بره سر کار؟ والا من نمیدونم میخواد یا نمیخواد. من الان از شما شنیدم که برگشته پیش امیر. ما دیگه مثل سابق نیستیم مامان. بولنز، تسلیت میگم، غم آخرت باشه. دلت میخواد حرف بزنی؟ در مورد چی صحبت کنم؟ حق با توه، منم هیچ حرفی برای گفتن ندارم. برمیگردی ازمیر؟ نه. پس میخوای چی کار کنی؟ ببین، من نمیدونم میخوام چی کار کنم، نمیدونم جواب سوالای بقیه رو چی بدم. من 3 روزه هیچ چیزی در مورد خودم نمیدونم. من دیگه مادر ندارم، عزیزترین کسم رو از دست دادم، فقط همینو میدونم. خیلی خوب. درمانش داره خوب پیش میره، رفتاراش هم خیلی تغییر کرده، فقط از اینکه اینجاست ناراحت و عصبی. خب داره دوره درمانش رو میگذرونه. دوره درمانش سریع پیش میره، داروهایی که مصرف میکنه خیلی زود روش تاثیر گذاشته. تنها بیماری که انقدر سریع داره به درمان پاسخ میده. اگه داروهاشو مصرف میکرد نمیومد اینجا. من ترتیب یه ملاقات با نامادریشو میدم. جادوگر، از من فاصله بگیر. از من میترسی؟ نه. آره تو از من میترسی. تو میخواستی فریادهای منو بکشی، اذیتش کردی، تو سعی کردی زن منو بکشی. بایدم از من بترسی، باید تقاص این کار تو پس بدی.
لارا بولنت بیرونه. میدونم، دیدمش. اومدم موبایل جانسو رو ازتون بگیرم. موبایل جانسو؟ چرا؟ امروز به من زنگ زد، گفت به موبایلش احتیاج داره، اجازه داره که تماس بگیره. ولی من نمیخوام موبایلش رو بهش بدم، فقط میخوام شماره هایی که لازم داره رو بهش بدم. به کی میخواد زنگ بزنی؟ اگه تصمیم داره به فریحا یا امیر زنگ بزنه، اون وقت خیلی براش گرون تموم میشه. اون میخواد به خالش زنگ بزنه. به نظرم بهتر خودم موضوع موبایل رو حل کنم. من خودم میخوام برم دیدن جانسو، موبایلش هم میبرم، با دکترش هم صحبت میکنم، اگه اجازه داد بهش میدم. چرا نمیخواین موبایلش رو به من بدی؟ ببین، اگه اون به فریحا یا امیر زنگ بزنه و حرفای نامربوطی بهشون بزنه، اون وقت ممکنه اونو از این کارش تو دادگاه علیهش استفاده کنن. تو میتونی مسئولیت این کارو قبول بکنی؟ خیلی خوب، پس میشه شماره خالش رو به هم بدی؟ من چند روز پیش با خالش صحبت کردم، گفت منو به دلایل شخصی میخواد خطش رو عوض کنه، هنوزم به من زنگ نزده. خیلی خوب، پس لطفاً شماره جدیدش رو به جانسو بدی. روز بخیر. شما مثل دو تا خواهر میمونین، خواهرا که با هم قهر نمیکنن عزیزم. مامان به خدا من باش قهر نیستم. اگه تا الان سراغی ازش نگرفتم، به خاطر این بود که نمیخواستم تحت فشار بذارمش. دخترم این بار تو بزرگی کن، حالا که تا اینجا اومدی درست نیست که بهش سر نزنی عزیزم. برو بالا، اگه دیدی بهت اخم کرد و تحویلت نمیگیره اون وقت برو. تازه برو باهاش صحبت کن، ببین موضوع چیه، به مام بگو. باشه مامان، من الان میرم پیشش. آه خوبه. سلام، اومدی خانواده تو ببینی؟ مامان جون تو دیگه برو پایین. آره اومده خانواده‌شو ببینه. تو برای چی اومدی؟ اومدم دوستمو ببینم. خب دخترم تو دیگه برو بالا، برو. تو داری میری پیش فریحا؟ ای بابا، راستی باهات حرف دارم. مامان من بعدن بهش سر میزنم. میبینم که افسرده شدی. فکر میکردم از وقتی شوهرتو ترک کردم رابطتون بهتر شده باشه، ولی انگار اینجوری نیست. نترس، خطر رفع شد، من دیگه پیشش بر نمی کردم. کلثوم، این دختره چی میگه؟ چرت و پرت میگه. خب اگه داره چرت و پرت میگه، پس چرا جوابشو ندادی ها؟ چرا فقط برو بر نگاش کردی؟ مامان ولش کن، بیخیال. ولش کنم؟ دخترم نکنه شوهرت هنوز با این زنه؟ آخ آره، شوهرم هنوز عاشق اونه، شوهرم دوستم نداره، شوهرم بهم دست نمیزنه، شوهرم برای طلاق دادن من دنبال فرصت میگرده. فهمیدی حالا؟ خیالت راحت شد مامان؟ وای خدایا، وای وای، که از رویه باهاش بود و پیدا کردم. چی داری میگی؟ رابطه یه جدی نداشتن، ولی خیلی خوش قیافه بود. تو میدونی داری چی کار میکنی؟ دارم تحقیق میکنم. کی ازت خواست همچین کاری بکنی؟ ما رو چه به دوست پسر سابق رویا، میخوای چی رو ثابت کنی؟ این که ممکنه بچه از این آدم باشه؟ خب اون وقت ما قراره چی کار کنیم؟ قراره چند ماه هر روز با این امید زندگی کنیم؟ ببین من هر کاری که میکنم، راستی یه چیزی، با اینکه برگشتی پیش امیر، ولی هنوزم ناراحتی. من نمیدونم که دارین فیلم بازی میکنین یا نه، ولی دو نفر گول شما رو نمیخورن، یکی من یکی کورای. ما دیگه با یه نگاه میفهمیم امیر ناراحته یا نه. برو این خبر خوشو به امیرم بده، ولی مطمئن باش عکس العمل اونم همینه. من میدونم این بازی ها، این فیلم ها امیر اهلش نیست، ولی تو؟ من چی هنده؟ تو این زمینه مهارت خاصی داری فریحا. مثلا اومده بودی کمک کنی دیگه، نه؟ ببین فریحا، شاید الکی دارین قصه میخورین، این میتونه یه امید باشه، امیدی برای اینکه چند ماه بی خودی عذاب نکشین. چیه بد میگم؟ هیچ متوجهی که از من چی میخوای؟ ازم میخوای برم از دوست پسر سابق زنی که از شوهرم بار داره بپرسم که آخرین بار کی با هم بودین؟ یا بهش بگم ببخشید این بچه مال شماست یا مال شوهر من؟ نه من این کارو نمی کنم.
نمیخوام بیشتر از این خودم رو تغییر کنم. خیلی خوب، همینطوری بشین، یه تقویم بردار و شروع کن به روز شماری. ببین آخرش به چی میرسی. میدونم که داری سعی میکنی از کورای فاصله بگیری. الانم تو این خلا اومدی، به بهانه ناراحت بودن امیر داری به ما گیر میدی. ولی ما سرگرمی خوبی برات نیستی. خیلی خوب، امیدوارم یه روزی به کمک مهدیش پیدا نکنی. من آخ دختر بدبخت من، پس این همه مدت تو همه اینا رو تو دلت نگه داشتی؟ بس دیگه مامان، گریه نکن. دخترم، مادر محرم راز بچه‌هاشه. آدم این چیزا رو از مادرش قایم نمی‌کنه. باید می اومدی و به هم میگفتی. تو بغلم گریه میکردی تا سبک شی. گفتم دیگه، بعدش هم گریه کنم که چی بشه؟ مگه از دست تو کاری برمیاد مامان؟ تازه تو که یه بار با کورای صحبت کردی. آره صحبت کردم، ولی من از هیچ کدوم اینا خبر نداشتم. اگه میدونستم فکر میکنی چیزی بهش نمیگفتم؟ مامان تو رو خدا من از این کارم پشیمون نکن. مامان دیگه به کورای چیزی نگو. باشه باشه، ولی دخترم این عذابی که تو میکشی چی میشه ها؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. یه صدایی از درونم میگه کلثوم عاقل باش، چقدر دیگه میخوای این وضع تحمل کنی؟ ولی بعدش با کوچکترین امید میگم ممکنه همه چی درست بشه. گاهی با خودم میگم صبر کن، شوهرت برمیگرده پیشت. دخترم، تو واقعا از ته دل شوهرتو دوست داری؟ آره دوستش دارم، خیلی هم دوستش دارم. پس باید تا جایی که میتونی دندون رو جگر بذاری و صبر کنی. فهمیدی چی گفتم؟ دخترم تو حالا دیگه واسه خودت زندگی تشکیل دادی، پس نباید به همین راحتی پا پس بکشی. من باهاتم عزیزم، من ازت حمایت میکنم. دخترم قوی باش، دخترم قوی باش، عزیزم قوی باش. شما ادامه بدین. تو باز داری چه حماقتی میکنی هان؟ خوش اومدی بابا، چی میل داری؟ تو فکر میکنی اینجا داری چی کار میکنی هان؟ دارم کار میکنم. پسرم تو عقلتو از دست دادی؟ جای دیگه ای برای کار کردن نبود که اینجا اومدی؟ من به این کار احتیاج داشتم. فکر کنم تو اینا فراموش کردی. داری سعی میکنی منو تحریک کنی نه؟ من فقط دارم سعی میکنم پول در بیارم. همین الان این مسخره بازی رو تموم کن. تو حق نداری هم منو هم خودت رو تحقیر کنی. همه دارن در مورد ما صحبت میکنن. پسر اونال سر و فوق رو تو یه بار دیگه کار میکنه. من که بهت گفته بودم دنبال کار میگردم، چرا انقدر تعجب کردی؟ آخه فکر نمیکردم انقدر احمق باشی پسر. نه، تو فکر نمی کردی من بتونم یه کار خوب پیدا کنم. کار خوب؟ آره خیلی خنده داره. تو مالک آینده ی هیلزی. اون وقت اومدی تو یه بار خیلی معمولی، اونم به عنوان کارمند کار میکنی. کار خوب. انقدر تهاجمی رفتار نکن، وگرنه فکر میکنم که از من میترسی. اگه فکر میکنی میتونی با من رقابت کنی، باشه ادامه بده. هنوز هیچ کسی از مادر زاده نشده که بتونه با اونال صراف اغلو رقابت کنه. ولی من زاده شدم، روبروتم وایستدم. خب دیگه من باید برگردم سر کنم، چون خیلی کار دارم. خاله خدیجه، چیزی شده؟
نه چیزی نشده، یکم دلم گرفته بود گریه کردم، الان خیلی بهترم عزیزم. منم چند وقت اصلا حالم خوب نیست، بیا با هم بشینیم و درد دل کنیم. دخترم تو که جوونی، آخری تحصیل کردی، تو چت شده؟ یه بابای عوضی، یه دوست پسر عوضی، مشکل بهترین دوستم که منم توش قاطی شدم و مادری که اصلا درکم نمی کنه. بازم وای بی خودی نیست که میگن، تو این دنیا هر کسی یه دردی داره. ای خدا سگشو نگاه کن. خوش اومدی. پاتاق جدیدمون اینجاست؟ آره. ویسکی لطفا. زو شروع کردیم به مشروب خوردن. نکنه تو موقع کار مشروب نمیخوری؟ از این بابت همینه. وقتی پدرت هنوز اینجا رو سرمون خراب نکرده یعنی خبر نداره. اتفاقا خبر پس این موضوع رو قبول نکرده. بیخیال. چیه؟ چیزی شده؟ نه چیزی نشده. ساعتها، روزا، شبا، همش مثل همه. وقتی هانده نیست همه چی مثل همه. واقعا هانده واسه همیشه ترکت کرده؟ آره، اون برای همیشه ترکم کرده. وقتی من بریدم اون چطور میتونه کنارم باشه؟ خب کلسوم از این موضوع خبر داره؟ کلسوم همه چیو میدونه، میدونه که من چقدر دارم عذاب میکشم. کاش میتونستم یه جوری کمکت کنم، ولی نمیتونم. من دیگه نمیتونم به هیچ کسی کمک کنم. من الان انقدر تو وضعیت بدی هستم که اگه نظری هم بدم فقط باعث میشه اوضاع خرابتر بشه. این یعنی این که تو و فریهام دارین عذاب میکشید. ما حتی نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. بازم حداقل جای شکرش باقیه که با همه. این خودش خیلیه. حالمو بهتر کرد. Kapına hayat sanki en büyük zalim.
خیلی درد داره. تو چی فکر میکنی؟ گلدیم کپنا حیاتم که این بزنی بینی سکن آبوچلرندا سکن برکما سودالی بکشنلا یوریمده دالار دورینی بتون عمر فدا ادیلی سینی نورونا سودالی گلشنلی یوریمده دالار دورینی بتون عمر فدا ادیلی سینی خدای من ببین کی اینجاست. مگه روح دیدی؟ یه چیزی بگو. اجه فکر کنم اسم من یادت رفته بود. آره نه من فقط انتظار نداشتم اینجا ببینمت. خیلی تعجب کردم. اینجا چی کار میکنی؟ من اومدم اینجا خوش بگذرونم ولی فکر کنم تو سر کاری. خبرشو تو روزنامه ها خوندم. ممنون. اینجا زیاد میای؟ کلوپ خوبیه. از این به بعد بیشتر میام. تازه 2 هفته پیش از آمریکا برگشتم، اونجا درس میخوندم. میخواستم بهت زنگ بزنم ولی شمارتو گم کرده بودم. برای اینکه ببینمت یه چند باری رفتم هیلز، بعدشم خبرو تو روزنامه خوندم. پس خیلی تلاش کردی. ولی چه فایده بعد از این همه سال؟ انتظار داشتم گرمتر با اون برخورد کنی امیر. راستش من انتظار نداشتم ببینمت. خیلی جالبه. تازه چند روز پیش داشتم از تو صحبت میکردم. وای احساس میکنم خیلی خواستم. آخه با همسرم داشتیم در مورد گذشته صحبت میکردیم. همسرت؟ شوخی میکنی؟ مگه ازدواج کردی؟ باورم نمیشه تو واقعا ازدواج کردی؟ فکر کنم دارم دچار حمله قلبی میشم. عشق شوخی بردار نیست. عشق آدم رو عوض میکنه. راست گفتن که تو زندگی هیچ چیز غیر ممکن نیست. اگه بتونم از شوک بیام بیرون تصمیم دارم بهت تبریک بگم. امیر بهت تبریک میگم، اونم به خاطر اینکه کسی رو انقدر دوست داشتی که حاضر شدی باهاش ازدواج کنی. امیر من باید برگردم سر کارم. فعلا که هستی؟ امشب نه ولی بعدن برای شنیدن داستان ازدواجت هم که شده حتما میام اینجا. خوشحال شدم دیدمت.
تازه اومدی؟ نه، یه چند ساعتی میشه. اصلا نخوابیدی؟ نه، میخواستم ببرم تو اتاق. رو مبل لکه خون مونده بود، تمام شب داشتم مبلو تمیز میکردم. گفتم یه کمی دراز بکشم ولی خوابم برد. تو نمیخوای بخوابی؟ نه، خوابم نمیاد. بیا بریم دانشگاه پروژه رو تحویل بدیم. من میرم لباسم عوض کنم. بمیر لعنتی، بمیر جادوگر، کمک کنین. برای دانلود سریال های دوبله بیشتر به وبسایت مووی باز مراجعه کنید. امیر زود باش دیگه.